بینندگان گرامی، اکنون توجه شما را به اظهارات آقای عباس داوری، مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت، درباره قیام مردم ایران و رسوایی کامل مدعیان اصلاحات قلابی در رژیم ولایت فقیه جلب کنیم. با سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی و با هزاران سلام و درود به قیام آفرینان قهرمان مردم ایران. قیامی که چشم جهانیان رو به واقعیت‌های دردناکی در جامعه‌مون باز کرد. زمینه‌های این قیام به ویژه از تیر ماه امسال شروع شده بود، زیرا تظاهرات و تجمعاتی که وجود داشت خصلت پایدار به خود گرفته بودند. معلمین، غارت شدگان، سپرده‌های بانکی، بازنشستگان، کارگران تجمعات و تظاهرات زیادی داشتند. حتی اینا در مقابل مجلس رژیم هزاران نفر تظاهرات می‌کردند، تحسن می‌کردند، مقابل دفتر آخوند روحانی تجمع می‌کردند، مقابل قوه قضاییه تجمع می‌کردند و حتی چندین شبانه روز اونجا تحسن کردند، اما اونا را به زور از اونجا بیرون کردند. مردم شعاراشون مشخص بود، می‌گفتن یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، یعنی به قلب فساد انگوش می‌ذاشتند و یا سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن و مرگ بر روحانی. همه مشکلات را میدونستن ناشی از چیه. بنابراین نه کسی حرف اینا را شنید و نه حرف به اصطلاح قدمی برای حل مشکلات اینها را برداشت. هر روز وضعیت معیشتی مردم بدتر از روز قبل میشد. کارگران معدن رو به دلیل حقوق معوقه خودشون رو که میخواستن شلاق میزدن. اون راننده بندر عباسی را دیشب دیدی که روی زمین خوابیده بود و فریاد میزد. ببینید مردم را به کجا کشندن. به این دلیل در روز هفته دی جامعه منفجر شد و در کمتر از یک هفته قیام تمامی 31 استان کشور را در بر گرفت. در این میان مهره های رژیم حرف های میزنند. جنایتکاری به نام سعید حجاریان که از پایه‌گذاران انواع شکنجه در زمان خمینی و همچنین از پایه‌گذاران وزارت بدنام اطلاعات آخوندیه، چون میدونه این قیام سر باز ایستادن تا سرنگونی این رژیم نداره، برای آخوند روحانی به خیال خودش توصیه‌هایی میکنه تا مقابل این قیام مردم را بگیره. روزنامه اعتماد روز 21 دی ماه نوشت سعید حجاریان به دولت روحانی توصیه کرده که با پشت سر گذاشتن اتفاقات اخیر، با توجه به وضعیت کنونی کشور، باید خودشو برای موجهای اعتراضی بعدی، یعنی میدونه که موجهای اعتراضی بعدی خواهد اومد، آماده نگه داره تا در صورت وقوع مجبور به واکنش سریع نشود. حرف این جانی اینه که روحانی تو مثل همین خاتمی و دیگران خودتو آماده کن برای سرکوب مردم، برای اینکه اونها را بتونی به اصطلاح از نظر امنیتی و همینطور اطلاعاتی مهار بکنی. این رهنمود را میده، اما این جانی نمیدونه که این قیامی که شروع شده سر باز ایستادن نخواهد داشت و تا به گور سپردن این رژیم جنایت پیشه و چپاولگر ادامه خواهد یافت و آن را به زبان دان تاریخ خواهد سپرد.